درباره شرکت بازی‌سازی راکستر. میخوایم خیلی خلاصه و جمع جور بهتون بگیم که چرا این شرکت اینقدر دیر به دیر بازی میسازه و عرضه میکنه و اصلا بازی بعدی اون که احتمالاً GTA 6 هست کی عرضه میشه. پس بسن که بریم. بذارید ویدیو رو با یه مثال شروع کنیم. فرض کنید یه مغازه پر از جنس محبوب دارید، اونم مرکز شهر. خلاصه فروشتون خیلی خوبه و پول پارو میکنید. خب شما برای من بگید منطقیه توی این شرکت که حداکثر درآمد رو دارید بیاید محصول جدیدی بیارید که از قضا مطمئن نباشید فروشش چطوریه؟ قضیه یه راکستر هم هست. بعد از گذشت تقریبا 9 سال هنوز که هنوزه GTA 5 خیلی خوب میفروشه. به این مورد درآمد کهکشانی بخش آنلاین اون رو هم اضافه کنید تا به یه رقم اعجاب آور برسید. خب اینجا شاید یه سوال براتون پیش بیاد، اینکه چرا راکستر نمیاد با عرضه نسخه بعدی این بازی درآمد خیلی خیلی بیشتری به جیب بزنه. راستشو بخواید قضیه خیلی پیچیده تر از این حرفاست. اول از همه اینکه ما میتونیم GTA 6 قطعا توی زمینه بازی یک انقلاب محسوب بشه. این رو راکستر همیشه ثابت کرده. حالا من یه سوال از شما دارم، لازمه یه انقلاب توی صنعت بازی چی؟ آفرین، کنسول نسل جدید. خب کنسولای نسل نهمی سونی و مایکروسافت هم عرضه شدن و این یعنی شرایط برای عرضه بازی آماده است. اما شما یک نکته رو فراموش کردید، فروش کنسول‌های نسل نهمی هنوز به حد خاص خودش نرسیده که بتونه فروش بازی راکستر رو تضمین کنه. هنوز که هنوزه توی کل دنیا کمبود کنسول به شدت به چشم میاد و این یعنی حداقل تا زمانی که بخش زیادی از گیمرها به این کنسول‌ها دسترسی نداشته باشن خبری از عرضه بازی انقلابی نیست. اما یه دلیل که از نظر من مهمترین دلیل تأخیر طولانی در عرصه بازی‌های راکستره، اونم چیزی نیست جز پیچیدگی و گستردگی بازی‌های این شرکت. دیگه خودتون خوب میدونید که بازی‌های این شرکت از نظر جزئیات، گرافیک، گیم پلی و داستان یه سرگردن از همه رقبا جلوتر. دنیای یک بازی مثل GTA نیاز داره که سالها برای خلقش زمان صرف بشه. این رو هم در نظر بگیرید که سطح توقعات گیمرها بالاتر رفته و اونا دیگه یه بازی صرفا خوب رو از این شرکت قبول ندارن. خلاصه بگم ما فقط از راکستار شاهکار می‌خوایم. خب حق بدیم به این سازندم که روی بازی خودش حساس بشه. شکست توی خلق یکی از بازی‌ها میتونه تأثیر طولانی مدت بر روی پیشرفت این شرکت داشته باشه. یه جورایی بازی مرگ و زندگی. اگر بازی محشر باشه، راکستر از گولی که الان هست گولتر میشه، اما اگر شکست بخوره، ریشه اون خشک میشه و این یعنی آغاز یک پایان. مورد آخری هم که میخوام براتون بگم یکم نگران کننده است. راکستر بعد از عرضه GTA 5 با شکایت‌های زیادی روبرو بود. یکی از این موارد فشار بیش از حد به کارکنانش بود که به شدت زیر بار شغلی کمر خم کرده بود. این موضوع باعث شد راکستر در رویه ساخت بازی‌های خودش یه تغییراتی رو ایجاد کنه و بار مضاف رو از روی دوش تیمش برداره. این یعنی تایم ساخت بازی قطعاً باید طولانی تر بشه. جدا از همه این موارد، بعضی از اعضای کلیدی این استودیو هم اخیراً از راکستار جدا شدن و یه بحران هم توی کادر سازنده بازی پیش اومده. همه این مواردی که بهتون گفتم دست در دست هم میدن که عرصه GTA 6 حداقل تا سال 2025 منتفی شده باشه. میدونم خیلی زیاده، اما مطمئن باشید عرصششو داره.